الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. با عرض سلام و تقدیم بهترین ارادت ها، به نام نامی حضرت حق و با درود حق به روان پاک اشرف انبیا محمد مصطفی، برنامه زنده و مستقیم امروز رو با 30 دقیقه تأخیر آغاز میکنیم. خود ما از این تأخیرها بیش از شما معذب و ناراحت هستیم، ولی به هر حال این جهادی که در حال انجام هست از طریق دستگاهی به نام تلویزیون به شما میرسه، اما ما واقعا تلویزیون نیستیم و من با کار تلویزیون آشنا هستم و میدانم که ما تلویزیون نیستیم. ما تلویزیون رو یا بخشی از تلویزیون رو به کار گرفتیم که بتوانیم به وظیفه دینی خودمون عمل کنیم و امر به معروف رو در حد بلوغ به جامعه هدیه کنیم و تحویل بدهیم. ما از مشخصات تلویزیون برخوردار نیستیم و نباید از ما توقع داشت که ما کار تلویزیونی بکنیم. بیش از 2500 فرستنده تلویزیونی و بیش از 65 تا 70 تلویزیون ایرانی در حدود 15 تلویزیون افغان و مجموعاً حدود شاید 100 شبکه وجود داشته باشد که به زبان فارسی صحبت می‌کنند. از همه اونها میشه استفاده کرد. بعضی از اونها سرمایه‌گذاری‌های سنگین درش شده، هم از نظر خبری، هم از نظر هنری، هم از نظر تنوع و تفریح. شما می توانید که به اون شبکه ها مراجعه بکنید و لزوماً بد هم نیستند، ولی کار ما شبیه اونها نیست. ما یک کلاس درس هستیم، درس قرآن، درس اخلاق از طریق قرآن، و به جای اینکه در مسجد صحبت بکنیم یا در سالن خصوصی سخنرانی بکنیم، در یک جایی که شبیه تلویزیون هست صحبت میکنیم. این رو توجه داشته باشید. این است که نه اون پرسنل رو ما داریم، نه اون بودجه رو ما داریم، نه حقیقتش میخواهیم داشته باشیم، نه حوصله کار تلویزیونی داریم. هیچ کدوم اینها نیست. دوران کوتاهی از عمر من مانده و اون رو هم میخواهم که به هر ترتیبی که هست در راه خدمت به خلق از طریق آموزش آنچه که اندوختم از قرآن سپری کنم و هر روز هم مستقیم و غیر مستقیم با دلخوره و تشویش خاطر مواجه هستیم. در 24 ساعت 2 یا 3 ساعت میخوابم و در این مدت 2-3 ساعت خواب هم باید دلشوره داشته باشیم که فردای تلویزیون به چه صورت در میآید. البته امید من به خداست، اما
هزار تلاش کردیم که اسیر دست مردم نشیم، ولی نهایتا از این کار رهایی هم نداریم. ما قبول آگهی های بازرگانی نکردیم و از هزارها دلار درآمد صرف نظر کردیم که صاحب فلان رستوران یا سبزی فروش سر کوچه نتواند که به ما حکم بکند که چه بگو و چه نگو. ولی متاسفانه در حال حاضر هم با همین سختی و فلاکتی که زندگی میکنیم، این آرامش رو نداریم که هر کسی که به هر دلیلی با برنامه ما هم نظر نباشد، اول کاری که میکنه کمکاش رو قطع میکنه یا تهدید به این کار میکنه، و خب این آرامش ما رو به هم میریزه. و این برنامه های مشکلی که دنیا متوجه این شبکه ما هست که یک کلمه حرف اشتباه زده بشه، یک زیر و زبر قرآن رو عوضی خوانده باشند، رسوا کنند من و دوستان من در سراسر جهان، کار بسیار مشکلی است. خلاف جهت آب شنا کردن من و خانواده من رو خسته کرده. البته ما مستعفی نخواهیم شد و کنار نخواهیم رفت، اما در این حال از کسانی هم که با ما کار میکنند تقاضا میکنم که انصاف داشته باشند، انصاف داشته باشند. عرض دیگری ندارم. خب، امروز وعده کردیم، روز قبل وعده کرده بودیم که درباره چند موضوع با شما صحبت بکنیم به صورت خلاصه. یکی از دیدگاه مولانا محمد بلخی و در مورد وحدت وجود، و بعد هم در مورد یاجوج و ماجوج در قرآن که اینها چی هستند. همینطور قرآن به نیروی یا فرشته‌ای به نام جبرئیل چه میگوید، و بعد به صورت خلاصه، ولی تکراری است البته، خلاصه موضوع وحی رو مطرح بکنیم و بعد به ادامه سوره 69 از آیه 34 تا پایان این سوره در ارتباط با موضوع قیامت بپردازیم. اتاق فرمان، امیدوار هستم که شما در فیسبوک در اون قسمت مکاتبات اون آگهی تقاضای کمک مالی رو پین بکنید، سنجاق بکنید اون به اصطلاح، که اونجا باشه که دوستانی که میل دارند که این شبکه دوام پیدا بکنه کمک های خودشون رو افزایش بدن، اونهایی هم که کمک نکردند شروع به کمک کردن بکنند. ما نگران هستیم از این نظر و به هر حال امیدوارم که با مساعدت عموم مردم ما بتوانیم که احساس امنیت خاطر بیشتری بکنیم در این راهی که همه چیز خودمون رو از نظر امکانات مالی تا حتی امکانات وابسته های خودمون رو در این راه تمام کردیم و
محلی دیگه برای اون نیست، این کار هم باید ادامه پیدا بکنه و کاری است که هم دولت ها با ما مخالفت میکنند، هم مردم متعصب مخالفت میکنند، هم مردمی که بی طرف هستند مخالفت میکنند. یک کسی که یک عمری از زمینی خواسته بلند بشه میگفته یا علی، امروز با او بگوییم که اگر علی منظورت خداست جایز است که بگویی یا علی، اگر منظورت حیدر است، اگر منظورت شخص است، بشری است به نام حیدر، داماد پیغمبر، پسر عم پیغمبر، اون وقت این کار تو شرکه. خب این آدمی که یک عمری از اون طریق با معنویت سر و کار داشته چگونه میتواند که امروز ترک عادت کند و امروز در واقع اون چیزی رو که دین واقعیش اون هست اون رو عوض بکنه؟ دولتی که وجودش و حیاتش و شریانهاش روی شرک و کفر کار میکنه چطور میخواد با من همکاری کنه؟ من چطور میخوام با اونها همکاری کنم؟ این است که تنها نیستم چون با خدا هستم، ولی خیلی روی ما فشار هست. و دیشب با دوستی صحبت میکردم، گفتم ما مثل قطار هستیم، قطار راهن هست که ترین که سوار میشن میرن این طرف اون طرف، این قطار در ایستگاه های مختلف میسته دیگه، نیست یک دی همیشه سوار میشن، یک دی پیاده میشن. این شرایط ماست. از 40 سال پیش یعنی قطار شروع کرده در آمریکا به راه رفتن، همیشه در ایستگاه های یک دی سوار میشن با یک سری قول و وعده و در ایستگاه های بعدی پیاده میشن. از همه اینها ممنون هستیم، ولی این رو هم توجه داشته باشید که این کار به قیمت عمر چندین نفر شروع شده. نگذارید که تمام بشه، نگذارید که این چراغ خاموش بشه. آدمی که 2 ساعت 3 ساعت در 24 ساعت در این سن و سال که موقع بازنشستگی و استراحت منه میخوابه، اون 1-2 ساعت رو هم دلهوره داره که فردا فلان آقا از برنامه ناراضی میشه، کمکش رو قطع میکنه و در گذشتم کردن این کارو. ما و ورثه ما باید قسط خلف وعده افرادی رو بپردازیم که در گذشته تعهد کردند و به تعهدات خودشون پابند نبودند. در حال حاضر هم همینطوره. امروز از شما میخوان که قرآن رو به اون سبکی بخوانید که اونها دوست دارند، از همین بینندگان فعلی ما، از همین بینندگان 6 ماه پیش ما، و توجه نمی کنند که خدا در قرآن به پیامبر می گوید که محمد نکند، نکند که به خاطر یا ترس یا طمع یا رضایت کافر و مشرک، نکند به میل مردم بعضی از آیات ما رو نخوانی و پنهان کنی که مردم راضی باشند و مردم لذت ببرند یا مردم خوششان بیاید. همه ی آیات ما رو بخوان، چیزی رو نگه ندار به خاطر خوشایند مردم، و در هر مجلسی اون آیه رو بخوان که اون افراد دوست دارن. چنین نکن. به پیامبرش میگوید که در کار من دخالت نکن و فضولی در کار من نکن. خدا به پیامبرش میگوید. آیه وقتی نازل کردم آیه رو بخوان.
اون قانون شامل حال همه ما می شود. شما هر طوری که خودتون می خواهید راجع به قرآن قضاوت بکنید، استنباط بکنید. شما حق ندارید که امکانات مالی یا کمک‌های مالی رو گروکشی بکنید با فرستنده که به میل شما حرف بزنه. مثلا شما دوست دارید که عاشق یوسف باشید، خب باشید. فعلی که قرآن گفته یوسف انجام داده، باید ما اون آیه قرآن رو بخوانیم یا نباید بخوانیم؟ همه آیات قرآن رو باید تشریح بکنیم. اون آیه به خصوص قرآن رو که آقای ایکس یا آقای ایگرگ دوست نداره بشنوه، دوست نداره اونجا توقف بکنیم، دوست نداره که اونجا ما آیه رو تشریح بکنیم، به خاطر رضایت یک نفر و به خاطر دریافت یک کمک ناچیزی در ما، تون تون اون قسمت رو رد بشیم که تمام کارهایی رو که کرده یوسف و قرآن میگوید که کرده، نه حدیث، نه من، نه دیگری، قرآن میگوید این کار کرده، قرآن میگوید این حرف رو زده، قرآن میگوید این دروغ رو گفته. میگوین تشریح نکن، اظهار نظر هم نکن، سریع بخوان و رد شو. و الا اون چندرغازی رو هم که دیروز میدادیم نمیدیم دیگه و ندادند. قصدم این نیست که راجع به افراد یا اشخاص صحبت بکنم در اینجا، عرضم چیز دیگری است. اینکه اگر شما این برنامه رو مفید تشخیص میدید، لازم نیست شما به اندازه من فداکاری کنید، ولی یک کمی به خودتون سختی بدید، یک کمی سختی بدید و این کار بی‌نظیر رو که کمتر جرأت کرده کسی این کار رو بکنه، کردن در تاریخ البته، ولی کمتر این کار کردن. اجازه بدهید که این کار که تا اینجا رسیده و یک رؤیا جامعه عمل پوشیده ادامه پیدا بکنه. ما رو از گرفتاری و گروگان کسانی که کمک‌های مشروط می‌کنند نجات بدید. از بیان مولانا دفتر سوم غزل شماره 3680، اختلاف خلق از نام افتاد، چون به معنی رفت آرام افتاد. همیشه وقتی که ما از ظاهر عبور میکنیم و به باطن میرسیم، در باطن به اتحاد و به وحدت هستی پی میبریم. موضوع کثرت و موضوع وحدت از موضوعات فوق العاده مهم عقلانی، فلسفی و عرفانی است در قرآن. آیا هستی قابل تقسیم است؟ آیا می تواند که هستی مفروق باشد، جدا باشد؟ یعنی فرق بین هستی با هستی باشد؟ اگر هستی یک پارچه نیست، پس بین دو پارچه هستی چه چیزی وجود دارد؟ هستی یا غیر هستی؟ اگر هستی پا
پاره پاره است، اگر هستی دارای کثرت است، پس بین هستی شماره یک و هستی شماره دو چه چیز است که این دو را از هم متمایز می کند؟ اگر چیزی نیست، که پس هستی شماره یک و دو یکی هستند. اگر چیزی اینها را از هم جدا نمی کنه، اگر چیزی اینها را از هم جدا می کنه که خود اون هم هستی است و بنابراین هستی قابل تقسیم نیست. این بحث وحدت وجود که وجود یک پارچه است. وجود به بی وجودی نمی رسد که بعد فاصله و خلایی ایجاد بشود و وجود دیگری به وجود بیاید، بلکه ماهیت ها، خاصیت ها، صفات و در واقع عرض باعث می شود که جوهر یا اون وحدت در اشکال و در خاصیت های مختلف دیده بشود. انسان در آغاز کثرت بین است، یعنی ما قبل از اینکه به مغز سر کسی برسیم، وقتی نگاه میکنیم موهای او رو میبینیم. انسان در ذهنیتش، در سرش یک مغز بیشتر نداره، یک فکر بیشتر نیست در اونجا، یک مرکز عقلانی بیشتر در وجود ما نیست. اما کثرت این که در عرفان و عرفان فلسفی در واقع باید گفت اشاره میکند به کثرت، که موهای سر باشه و این موهای سر ممکنه صدها رشته تار مو وجود داشته باشه، ولی اینها همه به یک مبدأ و به یک مصدر منتهی میشن یا راجع میشن یا بر میگردن. صحبت ماهیت و صحبت خاصیت که در واقع یک امر ماهویست و در واقع اشکال و خاصیت اون وحدت رو در کثرت قرار میده، یعنی ما جوهر هستی رو در اشکال مختلف میبینیم. اون قالب ها با هم دیگه تفاوت میکنن و ما اون قالب ها رو به حساب جوهر هستی میگذاریم، در حالی که جوهر هستی یکیست و نموده های اونها و نمایش های اونها و قالب های اونها متعدد و متکثر هست. هر بار اشاره کوتاهی مثل امروز به این موضوع می کنیم، ولی خب خود این موضوع موضوع بسیار طولانی و نسبتاً ثقیلی است، برای اینکه هم مطلب گفته شود و هم خستگی ایجاد نشود. با اجازه شما دوستان در هر چند روزی یک بار دقایقی رو به یکی از گوشه های موضوع وحدت وجود اختصاص میدیم. الزام این کار که باید این کار انجام بشه به این لحاظ است که اصل اول دین توحید است و ما برای فراگرفتن مفهوم توحید بایستی که موضوع وحدت رو بیاموزیم و بیاموزیم که وحدت چیست، بیاموزیم که اتحاد چیست. من دیدم که حتی دانشمندان ما و بزرگان ما و حتی کسانی که صاحب اندیشه های فلسفی هستند بین وحدت و بین اتحاد اشتباه میکنند و
یکی از اینها رو به جای دیگری قرار میدن. اتحاد به مفهوم همراه شدن و ترکیب شدن و متحد شدن به نحوی که هویت اجزا در کل قابل تعریف و قابل تشخیص باشه، مثل اینکه شما آب رو با شکر به یکدیگر مخلوط بکنید، اینها متحد بشن. در این اتحاد شما هم ماهیت آب رو تشخیص میدید، هم ماهیت شکر رو تشخیص میدید، با وجودی که با هم متحد شدن، همراه شدن. اما شما وقتی که سدیم رو با کلور ترکیب میکنید، اتحاد میکنند و بعد به وحدت میرسند. وحدت عبارت است از اتحادی که اجزاء متحده قابل تشخیص نیستند. و ما اکثرا دیدیم که این اشتباه در حتی معلمین فلسفه این اشتباه رو میکنند که میگویند که باید ما وحدت تشکیل بدیم، وحدت ملی تشکیل بدیم، اتحاد ملی باید تشکیل بدیم. وحدت در انحصار خداست و ما برای اینکه توحید رو بیاموزیم باید وحدت رو بیاموزیم و برای اینکه به صفات فاعلی خالق آشنا بشویم باید تشخیص بدهیم که مخلوق و مصنوع او یک واحد بیشتر نیست. در علم فیزیک گمانم که یک منشوری درست میکنند که 6 ضلع داره و نور سفید رو به این منشور میتابند و این منشور که حرکت میکنه باعث تجزیه نور میشه و 7 نور از نور سفید به وجود میاد روی اون منشور وقتی میچرخه، یعنی باعث میشه که نور تجزیه بشه به عوامل متشکلش، یعنی 7 نور با هم میامیزه تا نور سفید رو به وجود میاره. البته خود رنگ یک امر تصوری هست در چشم ما، چون رنگی وجود نداره در طبیعت، طبیعت بی رنگه و در واقع شدت نوسانات الکترونیکی در اجزا نشان دهنده رنگ های مختلفه. یعنی رنگ یک نوع سرعت نوسانات و گردش های الکترونیکی در اجزاء طبیعته و اون سرعت به صورت رنگ خودش رو نشان میده. رنگی وجود نداره. با یکی از اساتید دانشگاه ایرانی است که در یکی از معروفترین دانشگاه های آمریکا فیزیک تدریس میکرد، در آن بازنشسته است البته، حالا هم یک وقتی صداش رو پخش خواهیم کرد با تلفن، نمیخواد خودش معرفی بشه، راجع به رنگ برای شما صحبت بکنه، صحبت های جالبی خواهد کرد. اون چه که ما نگاه میکنیم و به نظر میاریم این هست که رنگ سفید وحدت رنگ هاست. در نتیجه شما عوامل متشکله رنگ سفید رو تشخیص نمیدید. این خواستم که فرق بین وحدت و اتحاد رو تذکر داده باشم که دوستان و دانشمندان ارجمند به جا استفاده بکنند از این کلمه حساس، به خصوص علمای دینی این بی‌توجهی رو خیلی بیشتر از دیگران انجام میدن. موضوع نسبتاً ثقیلی است وحدت وجود و
وحدت وجود همون چیزی است که باورمندان به توحید رو مثل حسین منصور حلاج به اون سرنوشت و به اون درد مبتلا میکنه. در بیان تمثیلی وحدت عالم، متن شماره 26 از کتاب فیه مافی میگوید که پس اگر به مقصود نظر کنند دویی نماند، اگر به مقصود نظر کنند دویی نماند، دویی در فروع است نه در اصل. اصل یکی است، بعد مثال میزنه، میگوید که همچنان که مشایخ اگرچه به صورت گوناگونند و به مجال و به مقال و به افعال و به احوال مباینت دارند، میگوید که معلمین یا شیخ پیر، حالا در تصوف صحبت میکنه، مراد همه اینها، میگوید که یک چیز واحدی رو درس میدن یا به یک امر واحدی اینها اشاره میکنند. ولی نحوه رسیدن اینها به اون موضوع واحد، نحوه کار اینها با هم متفاوته. ولی این تفاوت رفتاری یا تفاوت ماهوی که در کار اونها دیده میشه نباید اشتباه بشه به اینکه راه اونها با هم دیگه فرق میکنه. یک راه واحد بیشتر نیست، اما در تعریف این یک راه واحد اینها با هم حتی مباینت دارند، علاوه بر اینکه متفاوت هستند، گاه نگاه میکنید که اینها متباین هستند، تباین دارند، البته ناقض هم دیگه نیستند، ولی گاه شما در کارهای اینها تباین و گاه حتی تضاد میبینید. ولی اینها هیچ کدام دلیل بر کثرت عقیده مشایخ نیست، یک عقیده واحد دارند، ولی رفتار اونها و سلیقه شخصی اونها ممکنه تفاوت بکنه. به عنوان مثال استفاده میکنه از این موضوع، میگوید همچنان که مشایخ اگرچه به صورت، به ظاهر، به قالب گوناگونند و به مجال یک، دو به مقال، سه به افعال، چهار به افعال، افعال و احوال، مقال و مجال، مجال به عنوان این که کدام رو اول میگویند، کدام رو دوم میگویند، ترتیب و در واقع تنظیم تدریس اونها چگونه است، و قول اونها، هر کسی یک نحوه سخن گفتن داره، هر کسی با یک استدلالی مطلبی رو صادر میکنه و ثابت میکنه، و همینطور فعلیت اونها در نگرششون فرق میکنه و احوالشون، یکی خوش اخلاقه، یکی بد اخلاقه، یکی تند حرف میزنه، یکی آرام حرف میزنه. میگوید که همینطور که قالب این افراد در چهار مورد، مجال و مقال و
افعال و احوال با هم دیگه تفاوت دارد، اما از روی مقصود یک چیز است و آن طلب حق است. اینها همه دنبال حق هستند، یک حق واحد، دنبال یک حقیقت و حق واحد هستند، ولی راه های اینها با هم متفاوته و نحوه نگرش اینها و در واقع شکل و خاص قالب حرکت و روش اینها حتی ممکنه که با هم دیگه مخالفت هم داشته باشه. از راه های مختلفی ممکنه بیان، راه های هم رو هم قبول نداشته باشن، ولی اگر همه به یک خورشید نگاه بکنن، نتیجهش این هست که همه به طرف اون خورشید میرن و در اون خورشید به وحدت میرسن، یعنی در اتحاد راه به وحدت پایان راه میرسن. همه اینها وقتی به چشمه خورشید میرسن، خورشید میشن. حافظ، بارها این اثر حافظ رو برای شما خواندم، که میگوید در خلاف آمد عادت به طلب کام، که من ترک جمعیت از آن زلف پریشان کردم. میگه من کثرت رو با کثرت کنار گذاشتم. میگه همه فکر میکنند که ما از وحدت به کثرت میرسیم، از خداشناسی به هستی شناسی میرسیم، همه فکر میکنند که ما از صانع به مصنوع میرسیم، ما از خالق به مخلوق میرسیم. میگوید که این گونه نیست. بسیاری از مخلوق به خالق میرسند، از اثر و از آثار که متکثر و متعدد آثار، از این آثار متعدد به مؤثر واحد میرسند. به خلاف آمد عادت، ما عادت کردیم که از اون طرف میاییم، یعنی یک خدایی رو مجسم میکنیم، اون خدا رو خالق قرار میدیم بر مخلوق. میگوید که روش دیگر این است که شما از این مخلوق به خدا برسید، شما به آثار فکر بکنید، آثار مختلف و متعددی وجود داره که ماهیت‌های مختلفی دارند و اینها در ذهن شما ممکنه که هستی‌های مختلف رو نشان بدن. شما از این تکثیر و تکثر اگر حرکت بکنید، از این اثر حرکت بکنید، به یک مؤثر واحد میرسید. مثل اینکه شما از موهای یه نفر که صدها تار مو داره، از هر کدام از این موها که نگاه میکنید، انبوه و کثرتی از مو وجود داره، اما هر کدام از این تار موها رو بگیرید، اگر درست دنبال بکنید، به مبدعی میرسید که اون مبدع و مصدر مربوط به کل موهای این شخص میشه. یعنی از این مثالی که میزنه که از این کثرت، از این آثار میتوان که به مؤثر واحد رسید. در خلاف آمد عادت به طرف کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. همچنان که مشایخ اگر به صورت گوناگونند و به مجال و به مقال و افعال و احوال مباینت است، اما از روی مقصود یک چیز است و آن طلب حق است. چنان که بادی که در سرای بوزد، مثال دیگری میزنه، یعنی یک باد واحد هست، یک باده، چند تا باد نیست، از چند جا بیاد، یک باد از یک جهت واحد میوزه. وزیدن باد از یک نقطه واحد شروع میشه. چنان که بادی در سرای بوزد،
گوشه قالی برگیرد، باد میاد میخوره به قالی. استرابی و جنبشی در گلیم ها پدید آورد. وقتی به قالی میخوره، قالی سنگینه، کمتر حرکت میکنه. به گلیم که میخوره بیشتر حرکت میکنه. به خس و خاشاک که میخوره همه اینها رو میبره به هوا. ملاحظه میکنید شما وقتی به اثر نگاه میکنید ببینید که قالی کمی تکان میخوره، فرش، گلیم بیشتر بالا و پایین میره چون سبکتره. به خس و خاش میرسید، خس و خاشاک میرسید، میبینید اونها اصلا پراکنده میشن در فضا. چنان که بادی که در سرای بوزد، گوشه قالی برگیرد. استرابی و جنبشی در گلیم پدید آرد. خس و خاشاک را بر هوا برد. آب حوض را ذره ذره گرداند. درختان و شاخه ها و برگه ها را در رقص آورد. آن همه احوال متفاوت و متنوع و گوناگون می نماید، اما از روی مقصود و از اصل و حقیقت یک چیز است، زیرا جنبیدن و حرکت همه این اجزا و اشیا از یک باد واحد است. در این مثال هم ساده و هم بسیار بسیار پیچیده، نظر مولوی این گونه بیان می شود که شما اگر که به این باد به عنوان مؤثر نگاه بکنید، یک مؤثر است، اثرگذار است، یک خالق است که به نیروی امر کن میخواهد که فیکون بشود. کن فیکون، وقتی که از این فرمان واحد به یک عدم واحد اشاره میکند، یه میگوید به او اشاره میکند، به او فرمان میدهد که کن، بشو، باش، و بودن، بودن می شود. بباش، بشو، باش، و بودن صورت می گیرد و هستی صورت می پذیرد، قالب می پذیرد. با یک فرمان، با یک فرمان امر کل در سوره قدر، لا تحدث و لا توسا، اصلا تعدادش برای بشر قابل شمارش نیست. یک مرتبه این تنوع به وجود میاد، اما این تنوع تفرق نیست، اینها همه صورتهای آثار هستند. همونطور که میگوید یک باد واحد وقتی میوزه در فرش یک نوع حرکت ایجاد میکنه، در گلیم یک نوع حرکت ایجاد میکنه، در ذرات شاخ و برگ، خار و خاشاک یک نوع حرکت ایجاد میکنه، در درخت یا شاخه نگاه میکنید که حرکت اونها شبیه حرکت هیچ کدام اینها نیست، میرخصند اونها، بعضی ها غوار میشن، بعضی ها آرام حرکت میکنن، بعضی ها سرگشته میشن، بعضی ها پریشان میشن، بعضی ها رقاص میشن. نمودهای مختلفی و قالبهای مختلفی که در آثار به وجود میاد، با وجودی که مؤثر یکیست، یعنی وجود و اصالت وجود و جوهر هستی همه این قالب ها یک جوهر واحد است
که قابل تقسیم نیست. اون جوهر در همه اینها هست. نیروی باد هم در رقص شاخه است، هم در پرواز و غبار شدن ذرات خار و خاشاک آزاد است که اینها به هوا میرند. عالی حرکت ملایم میکنه، گلیم حرکت بیشتری میکنه. چندین قالب شما میبینید که همه اینها نیروی درونیشون باده، یک باد واحدی که از یک جا میوزه. در این مثالی که شاید با توضیح مفهوم میشه، مولوی به این حقیقت اشاره میکنه که فرض کنید که اون باد خدا باشه و این آثار متنوعی که از اون باد واحد ایجاد میشه، این تعدد و تکثر رو ایجاد میکنه و توحید عبارت است از این که شما از این تکثر و تعدد به اون وحدت برسید، به اون عامل توحیدی برسید، به اون نیروی توحیدی برسید. یعنی شما از این مخلوق به اون خالق برسید. شما از این اثرها از این اثرات، چند تا اثر هستن و متفاوت هم هستن با هم، یکی نیستن، اینها متنوع و متفاوتن. از این متفاوت ها و از این متنوع ها، از هر کدام اینها که شروع کنید، اگر مسیر درست حرکت بکنید، به اون مبدأ و به اون مرکز و به اون مرجع میرسید که باده، نیروی باده. نیروی باد به عنوان یک نیروی مؤثر مرکز وحدت. از این وحدت وجود قالب‌های مختلف با ماهیت‌های مختلف و خاصیت‌های مختلف ایجاد میشه. گلیم به هوا میره، فرش لرزش پیدا میکنه، خار و خاشاک پریشان و غبار میشن در فضا، درخت شروع به رقصیدن میکنه. این آثار متنوع نتیجه یک مؤثر واحده. این توحید و شناخت مفهوم توحید هست که از کثرت به وحدت سفر میشه و از طریق کثرت وحدت شناخته میشه. چنان که بادی که در سرای بوزد، گوشه قالی برگیرد، اضطراب و جنبشی در گلیم ها پدید آرد. دو، سه، خس و خاشاک را بر هوا برد. چهار، آب حوض را ذره ذره گرداند. پنج، درختان و شاخه ها و برگه ها را در رقص آورد. یعنی شما نگاه میکنید، میبینید درخت داره میرقصه، میگید از کجا آمده؟ از این مبدأ آمده. گلیم ها از جای خودشون برخواستن. اینها رو کی برخواستن؟ برانگیخته همون مرکز. این درخت ها برانگیخته نشدن ولی رقاص شدن، میرقصن. اینها رو کی رقاص کرده؟ همون باد. در این مثال، مثال وحدت و کثرت رو به این ترتیب بیان میکنه و میگوید که اینها در احوال متفاوت و گوناگون مینمایند، اما از روی مقصود و اصل و حقیقت یک چیز است، زیرا جنبیدن همه اینها از یک باد واحد است. هستی شناسی مولوی بر اساس وحدت عالم است. کثرت ها وجودی مجازی و اعتباری دارند. بر این مبنا نه موجودات متعلق به در واقع یک اصل
یعنی به چند اصل متفاوت هستند، نه چند اصل متفاوت وجود داره، یک شوهر و یک اصل وجود داره که در قالب‌های مختلف هستی به صورت کثرت دیده میشه. میگوید که نی موجودات متعلق به نیستان عالم وحدت است که از اصل خود جدا افتاده و همگان یک گوهر و یک ذات بودند که در عالم متعدد متکاثر شدند. مولانا دینشناسی در دینشناسی و در واقع مطالعه و استنباط قرآنی خودش عقیده دارد که 100 کتاب ار هست جز یک باب نیست. باب کتاب رو میگه. 100 کتاب ار هست جز یک باب نیست، 100 جهت را قصد جز محراب نیست. 100 کتاب ار هست جز یک باب نیست، 100 جهت را قصد جز محراب نیست. این طرق را مخلصش یک خانه است، این هزاران سنبل از یک دانه است. همه این راه ها اگر خالص بشه، یک خانه بیشتر نیست، راه همون خانه است، خانه هم همون راهه، حالا از راه های مختلف میان، همه این راه های مختلف همون یک خانه واحده. و این همه سنبل که شما میبینید، همه اینها هم از یک دانه واحده. 100 کتاب اگر نوشته باشه، منظور همه آیات الهی از آدم تا خاتم، از خاتم تا قیامت، یک فرمان بیشتر نیست، اینها فرمان کن و فیکون. تمام جمع جمیع فرمانهای خدا اون امر کل هست، بشو. همه ابزار کار در عرش او به وجود میاد و فرمان بودن در عرش به تکثر و تعدد پا به هستی میگذاره. یعنی ماهیت جوهر رو در زوایای مختلف هستی متفرق و متکثر نشان میده، اما این تکثر و این ماهیت خاصیت غالب هاست، خاصیت تقدیر است که وقتی در امر کل تقدیر قرار دارد، چون امر کل به وسیله قدر صورت ماهوی به خود میگیرد و امر کل در شکل شکیل عرش و کل اثرها به وجود میاد. یعنی وقتی فرمان صادر میشه که باش، بودن در شکل تکثر ایجاد میشه، وحدت در ماهیت نیست، وحدت در جوهری است که اون ماهیت رو تشکیل میده. اما چون جهان هستی جهان ماهوی است، جهان غالب هاست،
مجبور هست که جهان کثرت بشه و برای هر ذره از این کثرت یک قانون خاص وجود داره که عرش مجموعه این مقدورات و مقدراتی است که در ساختمان ماهوی هستی به کار میره. صد کتاب ار هست یک جز یک باب نیست، صد جهت را قصد جز محراب نیست. این طرق را مخلصش یک خانه است، این هزاران سنبول از یک دانه است. دفتر ششم شماره 3668. و نیز در ولی شناسی معتقد است که اگرچه مردان حق صورتاً مختلفند ولی معناً نفسی واحد و ذاتی یگانه دارند و انکار هر یک مستلزم انکار دیگری و قبول هر یک مستلزم قبول دیگری. شما اگر عیسی را قبول دارید، با هر منطقی که عیسی را قبول دارید، موسی را هم باید قبول داشته باشید. با هر منطقی که محمد را قبول دارید، با همون منطق یوسف را هم قبول دارید. اینها همه چهره های یک امر واحد هستند، چهره های امر هدایت هستند برای بشر، در قالب های مختلف، در شکل های مختلف، در نمایشات مختلف، ولی اصل هدایت یک اصل واحده. و هرگز هر که چنین نباشد، کجبین و احوال و صورت پرست است. احوال یعنی که در اصطلاح محاوره میگن که این چشماش چپه، یعنی دوبین هست، یا اصفهانی ها میگویند که لوچ هست، یعنی که دوتا میبینه، یعنی اشاره هست به این که صورت بین هستین، سیرت بین نیست. این وحدت رو نمیبینه، فقط کثرت رو میبینه، به اون کنایه زده میشه. هر کسی که این وحدت پشت کثرت رو نبینه، کجبین و احوال. فکر کنم که مال صاحب است که میگوید که این دویی اوصاف دید احوال است، و اول آخر، آخر اول است و صورت پرست است. اکثر ما همون صورت پرستیم، قالب پرستیم. از قالب به مغلوب نمیریم، از ظرف به مظروف نمیریم. مظروف یکیست، یعنی مظروف همه این ظرفهای آدمیزاد. یک خدای واحد بیشتر نیست، یک حقیقت بیشتر نیست. قرآن میگوید که اون حقیقت واحدی که در وجود همه این آدم ها هست، اون نفسی است که از روح خدا در ما دمیده میشه، نه اینکه دمیده شده تمام شده. همین الانم که من با شما صحبت میکنم، اون نفس هم در شما هم در من داره دمیده میشه. یعنی من و شما در مظروف خدا هستیم، اما در قالب با هم دیگه تفاوت میکنیم. نمایشات قالبی و ظرفی ما با هم متفاوته، اما جوهر و انگیزه هستی ما که نفس است، از چی نفس هست؟ چه نفخه است؟ نفخه از خدا. از چه چیز خدا؟ از ذات خدا. از ذات خدا در ما نفس کشیده می شود. نفخت و فیه من روحی، از روح، روح، روح خدا در قالب انسان دمیده میشه، و این دمیدن یک امر متواتر و متوالی است. و نیز اقوال و احوال اولیا و مشایخ کبرا از حیث حصول نتیجه یکسان است،
چرا که همه آنها سالک را به منزل حقیقت و حیات طیبه میرسانند. مولانا در ادامه افادات خود میگوید سراسر هستی زبان گویاست، البته اگر فهمی و درکی در میان باشد. از این رو جامعه بشری میتواند بدون زبان ملفوظ با یکدیگر تعامل داشته باشد و مفاهمه و دوستی جاری گردد. مولوی میگوید که وقتی شما کلامی به زبان می آورید، این کلام از یک اندیشه‌ای برمی‌خیزد، از یک عزمی برمی‌خیزد، به یک هدفی گفته می شود، از یک تجربه‌ای پرواز می کند، یعنی یک مبدأ و یک مقصدی داره. این تراوش صوت و این لرزش موجه که اصوات ایجاد می کنند، از دهان صادر می شود، با گوش دریافت می شود، این یک مفهومی رو داره بیان می کنه که این مفهوم از اون مظروف برمی خیزه، مظروفی که در من و تو یکیست. اون مظروف بنابراین اگر امری و حرفی و بیانی و مطلبی و هدفی و میلی و طلبی از اون مقصود برخیزه، از اون جوهر درونی برخیزه، چون وحدت وجود وجود داره، یعنی جوهر درونی تو با جوهر درونی من یکیست، و اگر ما بتوانیم که به نیروی زدایش و به نیروی سازش این قالب ها رو آینه‌وار کنیم، نه اینکه این قالب ها رو پاره کنیم، قالب ها رو بسوزانیم، قالب ها رو از نه، اون کارها رو نمیشه کرد. برای اینکه بتوانیم از این قالب بیرون بیاییم و عبور کنیم، لازم نیست که نفخه الهی از درون این قالب بیرون فیزیکی پرواز کند، بلکه اگر تو این جسم رو، اگر این قالب رو آینه صفت کردی، اون حقیقت از این قالب بدن پرواز میکنه و حرکت میکنه. اون وقت اگر اجسام قالب آینه بشود، چون جسم نمیتواند روح بشود، جسم مانع است، جسم راده است، اما اگر این جسم آینه شد، اون وقت روح از درون این جسم عبور می کند و با معرفت عبور می کند. اما اگر این قالب گلی و باطلاقی و مکدر باقی ماند، روح درون این قالب اسیر و زندانی این قالب می شود و به بیرون حرکت نمی کند. و ما محتاج هستیم که به صوت و اصوات و موج متوسل بشویم تا مفهومی رو با هم مراوده و معامله کنیم. یعنی من مجبورم با شما حرف بزنم. چرا؟ برای اینکه روح من در قالب من گرفتاره، حقیقت وجود من در قالب من گرفتاره، حقیقت وجود تو هم در قالب وجود تو گرفتاره. یعنی ما راجع به یک روح واحد، راجع به یک وحدت صحبت می کنیم که با کثرت زندانی شده و دوی ایجاد شده. فکر می کنم که شما یک روح داری، من هم یک روح دارم، پس دو تا روح در اینجا هست، و بنابراین برای این دوتا روحی که از هم جدا هستند، یک وسیلهی به نام سخن گفتن باید وجود داشته باشه که ما از طریق صوت و موج و لرزه و اینها یک مفهومی رو روی محمل موج و نوسانات موجی قرار بدیم که مفهوم دیگری بشود. یعنی ما محمل لازم داریم، محمل خارج، محمل قالب، که بتوانیم یک منظور و مقصودی رو
از روی این محمل عبور بدیم و مفهوم بسازیم. در حالی که مولوی میگوید اگر این قالب صیقل بخورد، افکار و اندیشه های تو از فراسوی این قالب عبور میکند و محمل تو آینه میشود و راه تو و طریق تو طریقه انعکاس و طریق تأثیر از طریق انعکاس یا به زبان عرفا از طریق تجلی خواهد بود. اون وقت دیگه لازم نیست با هم حرف بزنید. اگر رابطه بین روح تو و روح من برقرار بشه، اگر این دیوار مانع تبدیل به آینه بشه، این دو روح یک روح بیشتر نیستند، یک روح واحد در هستی بیشتر نیست و این قالب ها روی این روح مثل حبابی که روی آب جمع میشه. شما فکر میکنید که در داخل این حباب ها آب های متفرق و متفاوتی وجود داره، در حالی که در واقع یک آب واحد در درون این قالب های متعدد وجود داره. اینا همه حباب هستند. این تصور وجود داره که این حباب مانع اتحاد آب به نظر میرسه. اینکه خود این حباب ها از هم جدا هستند، آب درون این حباب ها از هم جدا نیستند. به همین دلیل است که زبان واقعی رو مولوی زبان اون روح میدانه. یا تو در درون خودت روح خدا رو داری، یعنی خدا از یک روح واحد داره در تو نفس میکشه، در من هم نفس میکشه. اگر این دیوار تبدیل به آینه بشه و این حقیقت مجرب بشه در ذهن ما، روح که با روح لازم نیست حرف بزنه از طریق صوت. روح درک میکنه خودش رو. این موضوع وحدت، عرض کردم که اول عرایزم یک کمی پیچیده است، از زوایای مختلف که نگاه بکنیم شاید که حل بشود. مولانا در ادامه افادات خود میگوید سراسر هستی زبان گویاست، سعدی هم میگوید که برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است، دفتر معرفتی کردگار. سراسر هستی زبان گویاست، البته اگر فهمی و درکی در میان باشد. از این رو جامعه بشری میتواند بدون زبان لفظی، زبان صوتی، با یکدیگر تعامل داشته باشد و مفاهمه و دوستی جاری گردد. دفتر اول، غزل شماره 1205 تا 1207. همزبانی خیشی و پیوندی است، همزبانی خیشی و پیوندی است. مرد با نامحرمان چون بندی است، بندی به معنای زندان در گویش دری. همزبانی خیشی و پیوندی است، یعنی زبان شما فارسی، زبان اونم فارسی، پس ما همزبان هستیم. اون رو مولوی زبان نمی داند. می گوید که پیونده و خیش بودن. اصلا این لغت خیش رو که در فارسی به کار می برن، یعنی تو خیش من هستی، یعنی تو من هستی، من تو هستم، من عین تو هستم، من خیش تو هستم. خیش یعنی خود، یعنی من خود تو هستم، تو خود من هستی. اگر ما بشناسیم هم دیگر رو، یعنی قالب ها رو کنار بگذاریم،
یا قالب ها رو تبدیل به آینه کنیم، درون این قالب ها رو نگاه بکنیم، میبینیم خداست فقط. میبینیم صدای نفس روح خدا میاد در درون تو و در درون من. بنابراین این روح به هم متصله، ارتباطی نداره که با هم دیگه از دور حرف بزنه، وقتی یکی هستن اینها. و این فرضیه‌ای که مولوی 800-900 سال پیش بیان کرده واقعا شگفت‌آوره. استنباط و نگرش او از قرآن، همزبانی، خیشی و پیوندی است. مرد با نامحرمان چون بندی است. وقتی که آدم محرم نیست، حجاب رو نمیندازه، این قالب رو نمیندازه، نتیجتا حقیقت وجود من در زندانه، حقیقت وجود تو در زندانه. ما دو زندانی هستیم که دیوارهای زندان مانع ارتباط ماست. اما اگر این دیوار فرو ریخت یا این دیوار تبدیل به آینه شد، من پاره ای از تو هستم که در زندان گرفتار شدم، تو هم پاره ای از من هستی. این زندان اگر از میان برداشته بشه، بند از میان برداشته بشه، این دو پاره به هم میچسبند و دیگه لازم نیست که از دور با هم حرف بزنن. این دوری یک دوری ذهنی است، نه دوری واقعی. همزبانی، خیشی و پیوندی است. مرد با نامحرمان چون بندی است. ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان. پس زبان محرمی خود دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است. نه دو باشد تا توی صورت پرست، پیش او یک گشت که از صورت برست. چون به صورت بنگری چشم تو دوست، تو به نورش در نگر که از چشم اوست. نور هر دو چشم نتوان فرق کرد، چون که در نورش نظر انداخت مرد. ده چراغ ار حاضر آید در مکان، هر یکی باشد به صورت غیر آن. توجه بکنید، ده چراغ ار حاضر آید در مکان، هر یکی باشد به صورت غیر آن. ده تا چراغ اگه بیارید یه جا بگذارید، هر کدومش با اون یکی فرق میکنه، یعنی چراغ اول، چراغ دوم، چراغ سوم. فرق نتوان کرد نور هر یکی. یعنی اگر که این قالب چراغ از میان برداشته بشه، ما نور چراغ رو نگاه بکنیم. این ده تا چراغ قالب هاشون متعدده، متکثره. نوری که از این چراغ ها متساعد میشه، اگه خاموش باشه که اینا چراغ نیستن، اگه روشن باشه بدنه این چراغ رو شما نگاه میکنید یا نور چراغ رو نگاه میکنید. اگه بدنش رو نگاه میکنی، ده تا چراغه. اگر نور این چراغ ها رو نگاه میکنی، یک نور واحد بیشتر نیست. ده چراغ ار حاضر آید در مکان، هر یکی باشد به صورت غیر آن. فرق نتوان کرد نور هر یکی، چون به نورش روی آری بیشکی. گر تو صد سیب و صد آبی بشمری،
صد نماند یک شود چون بفشوری. اگر شما 100 تا سیب رو بشمارید، 1 2 سیب اول، سیب دوم، سیب سوم، تو این سیب آب هست دیگه، آب اول، آب دوم، آب سوم، این سیب ها رو یکی یکی بشماری، آب تو این سیب ها رو هم یکی یکی بشماری، گر تو 100 سیب و 100 آبی بشماری، گر تو 100 سیب و 100 آبی بشماری، 100 نماند یک شود چون بفشوری. اگر که اینها رو آبش رو بگیری، توفالش رو دور بریزی، قالب هاش رو کنار بگذاری، آب در حجاب قالب سیبه، اگر این قالب رو کنار بگذاری و اگر جوهر سیب رو که آب سیب باشه، اون جوهر رو از اون استخراج بکنی، بفشوری اونها رو، توفاله ها رو هم دور بریزی، موانع رو دور بریزی، در این مثال مولوی، اون وقت 100 تا سیب، 100 یعنی بی نهایت، عدد 100 یعنی کثرت بی نهایت. وقتی شما بی نهایت داری سیب میشماری، اینها نهایت نداره تعدادش، کثرتش، اینها تا وقتی که قالب دارن، این آب توی سیب قالب داره، پوست داره، اینها از هم جدا، ماهیت های مختلف دارن، دارای شخصیت مستقل قالبی هستند. اما اگر آب اینها رو، افشرده آب اینها رو گرفتی و توفاله رو کنار گذاشتی، اون آب دیگه قابل شمارش نیست، یا آب شماره یک، آب شماره دو، یک آبه. این طریقه رسیدن از کثرت به وحدت مثالی است که مولوی میاره. گر تو 100 سیب و 100 آبی بشماری، 100 نماند یک شود چون بفشوری. در معانی قسمت و اعداد نیست، در معانی تجزیه و افراد نیست. وقتی شما معنی میکنی، معنی چیزها نه تجزیه پذیر است، نه فرد پذیر، نه افراد داره، نه تعداد داره و نه به جزء و کل داره، هیچ کدام، نه جزء و کل هست در مفهوم، در اون گوهری که در صدف هست، اون گوهر نه تعداد داره و نه جزء و کل داره، جزء و کلش یکیست و کثرت و وحدتش هم یکیست. و اون اشاره به مؤثری به نام حضرت حق میکند که هستی او، هستی که او آفریده، یک پارچه است، نهایت قالب های مختلف، مثل اون منشوری که جلوی نور سفید میچرخه و 7 رنگ نور ایجاد میکنه، در واقع اون نور سفید فرمان کن هست، فیکون در این گردش منشور رنگ های مختلف میپذیره. جان گرگان و سگان هر یک جداست، متحد جانهای شیران خداست، مستان خدا گرچه هزارند، مستان خدا گرچه هزارند، یکی اند، مستان هوا جمله دوگانه است و سگانه. در اینجا وارد مبحث دیگری می شود که
درباره چگونگی درس میده دیگه بعد از این، که چه بکنید که از این دیوارهای غالب در فهم و اندیشه عبور کنید و بتوانید که از پس این غالب‌ها حقیقت وحدت رو درک بکنید و لمس بکنید. مطلب عرض میکنم که وحدت وجود مولوی در نگرش او در یادداشت‌های فیه مافی، نیم آن را خواندیم امروز و برای اینکه خستگی آور نباشه نیم دیگر رو حوالت میکنیم به نشستی دیگر، شاید در جلسه بعدی، بر حسب اینکه ما ببینیم که بازتاب این روش استنباط مولوی و بعد بزرگان دیگر از مطالب و مفاهیم قرآنی چگونه است، چون بعد از این برداشت میپردازیم به طرح آیه های توحید در قرآن و برای بیننده امکانات ذهنی فراوانی به وجود میآید که همراه ذهنیت خودش برداشت های مولوی را از موضوعات توحیدی در قرآن با خودش بسنجه و ببینه خودش چه استنباطی از قرآن داره و جز به استنباطهای بقیه، من، شما، دیگری ملاحظه بکند که مولوی چه استنباطی راجع به این سری آیه های توحیدی قرآن داره. در اینجا من قبل از اینکه دقایق کوتاهی رو به عرض میکنم که تنفس بپردازیم بازگردیم و فکر میکنم که قبل از اینکه مسئله موضوعات یأجوج و مأجوج رو عرض کنم، جبرئیل و وحی رو مطرح بکنیم، شاید که به بحث ادامه بحث اصلی بپردازیم. سوره حاقه، سوره 69 رو پایان بدهیم در امر قیامت و بعد برگردیم اگر فرصتی بود موضوعات جبرئیل و یأجوج و مأجوج رو بررسی بکنیم، که سوالی است از مدت ها به جا مانده. خب دوستان، در پایین صفحه مکاتبات محلی هست برای کسانی که مایل هستند که عرض میکنم که بخواد که به این برنامه را حمایت بکن. چون که افرادی که فیسبوک ندارن این نمی بینند این موضوع قسمت کمک رو، بنابراین توصیه های شما راجع به اون موضوع در اینجا تکرار نمی کنم که وقت صرف جویی بشه، ولی آقای امینی هم سفارش کردن که هر چقدر هم مختصر کمک بکنید که چرخ به چرخ. شهیدی عزیز، فضیلت، سیاسفی، صدیقی، جلیلی، توران رضا خواستند که لینک کمک مالی رو بگذاریم که خدمتتون گذاشته شده. جناب زهره کشاورزی عزیز حضور دارن، عرض میکنم که خدمتشون عرض سلام تقدیم بندگی میکنم. جناب ادریس تشریف دارن. جناب امینی مینویسند که سلام و آداب استاد معزز، گرچه این سوال تکرار شاید باشد که معجزه شق و قمر از پیامبر صلی الله صحت دارد، من شنیدم پیامبر هیچ معجزه ای نداشت. موضوعی که مطرح فرمودید حتما دوستان من در اتاق فرمان یادداشت میکنن، ولی
هم مطلب خیلی چندین بار گفته شده. عرض کردم یه مرتبه هم که ما 3000 ساعت ویدیو در یوتیوب داریم که همه این مطالب گفته شده، اشکالی نداره باز هم گفته بشه، ولی اجازه بدید مطالب گفته نشده گفته بشه، بعد اگر فرصتی باشه اونها گفته بشه. جناب ادریس معنوی تشریف دارن، عرض میکنم که جناب رحیم شاهکاری و مطلبی که آقای معنوی می نویسند که درود به استاد بزرگوار، دروس قرآن مجید که ما را به کلام الله آشنا ساخته و ما را به تفکر و تعقل با می داره. حالا من نمی خوام که الان دیگه بحث و گفتگو شروع بشه، باز دوستان دیگری گله می کنند که شما همه برنامه ها رو خسته کننده کردید و سوال و جواب بیش از حد طولانی و به قرآن نمی رسید. حالا به هر حال سعی می کنیم که مطالب رو خلاصه تر بیان بکنیم، ولی خب در این حال نمیشه که سوالات رو سبک برنامه رو عوض بکنیم، مجبور هستیم که از همین روش منتها یه کمی با اختصار و کوتاه‌تر باش، فقط پاسخ کوتاه بدید که من آمار بگیرم، سخنرانی طولانی نکنید. شما در کنار آموزش آیات قرآن با تشریح استنباط افراد دیگر از قرآن، یعنی همینطوری که من از شما میپرسم که استنباط من این، استنباط شما چی، استنباط شما چی، آیا شما صلاح میدانید که این روشی که ببینیم خب استنباط مولوی چیه، استنباط سعدی چیه، استنباط خیام چیه، نه اینکه این همیشه این کار رو بکنیم، ولی به عنوان اینکه شما ضمن اینکه قرآن رو میشناسید افراد رو هم بشناسید و ببینید که ذهنیت این آدم 900 سال پیش، این آدم وقتی قرآن رو میخونده چی فکر میکرده. این گنجینه‌ای که ما از اینها داریم، اینها هیچ کدامشون از خودشون حرف نزدن، تمام این بزرگان عارف و ادیب و حکیمی که ما داشتیم، تمام اشعار اینها، تمام سخنان اینها بازتاب و گزارش و انعکاس استنباطهای اینها از قرآنه و اینا ثابت میشه، من ثابت میکنم. حالا سؤال من این است که آیا شما با این شیوهی که ما استنباطهای افراد متفکر رو در ارتباط با آیات قرآن برای شما تعریف کنیم، این رو خسته کننده و خارج از برنامه و غیر لازم و غیر مفید میدانید، یا اینکه این کار رو مفید و لازم میدانید؟ اگر که کوتاه باشه 100 تا نامه شما رو میتونم من بخونم، طولانی بنویسید خیلی وقت گرفته میشه و باز اعتراض میشه که خسته کننده شده برنامه، بیننده هاشو از دست داده و اعتراضات دیگری که میشه. خب این جناب پدر تشریف دارن، حق پرور حفیظ، جناب حفیظ میگویند که در گویش دری احوال را قیچ میگویند و این یک اصطلاح است. جناب علی اصغر، همینطور جناب لطیفه پوپل می نویسند کاملا دقیق، با روح می توان بدون زبان حرف زد. من خودم شاهد بودم که یک سری اهل
باطن که تبتی هستن، چینی هستن، اصلا یک جایی بین هند و چین قاطی تبت و اینها دیده میشه که همیشه البته اینطوری نیستن، ولی در یک مواردی که تشریفات دعا و نیایش و اینها دارن در اونجا سکوت هستش کاملا، قراری که اونطور دعا میکنن، عبادت یا نیایششون اونطوری، مسلمان نیستن البته، مسلمان قرآنی به اون معنا، دین دیگری دارن، ولی به عرفان دینشون رسیدن و مدت‌های طولانی با هم حرف نمیزنن تا مثلا اون تشریفاتشون تمام بشه، یا از اوقات یه روز دو روز مشغول مثلا نمازشون هستن یا هر چی، تمام کارهای دنیاییشون رو هم فقط با نگاه کردن انجام میدن. در بین دراویش قادری، دراویش قادری نقشبندی در کردستان، در کوههای سلیمانیه، در واقع بین کردستان ایران و کردستان عراق، منطقه‌ای که مرزی اونجا نیست البته، تو کوه‌ها اونجا دراویش اونجا زندگی میکنند و خانقاه دارند و مرکز دارند و اینها، که اونها هم در تشریفاتی که دارند، من اونها رو خودم دیدم حضوری، با هم حرف نمیزنند و به خصوص وقتی که رقص سماعشون شروع میشه و حرکات محیرالعقولی انجام میدن و اینها، اصلا از اول تا آخر کارهای مختلفی میکنه، همش احتیاج به گفتن داره، ولی اون پیرشون که اون بالا نشسته از طریق همین بیزبانی با همشون صحبت میکنه و مثل اینکه زبان دارن، مثل اینکه حرف میزنن، همینطور عمل و عکس العمل نشان میدن و تعامل میکنن با هم. در تایید فرمایش دوست عزیز خواستم این رو عرض بکنم. سوالم هم این بود که یه تکرار نمیکنم، سوال من شنیدید، پاسخ اون رو اگر 5-6 جواب بدید من راه خودم رو پیدا میکنم. جناب بصیر عطایی، خدمتشون از طرف خودم، از طرف همسرم، از طرف همه کارکنان شبکه پیوند، و اجازه دارم که توسط رأی اعتمادی که بیننده ها به من دادن، از طرف همه بیننده های شبکه پیوند، مصیبت رو به شما تسلیت بگم و در این حال برای تعظیم شعائر دینی این مژده رو به شما بدم که شخصیتی مثل پدر شما حتما در این سفر به سلامت به مقصد میرسه و دعای خیر بزرگان ما با حافظین قرآن همراه ایشان است، که حضرت حافظ می‌فرماید که آن سفر کرده، حافظ گفته می‌کنم که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. امیدوارم که سفر عاقبت همه ما به خیر و سلامت باشه، بقای عمر شما و بازماندگان ایشان باشد انشاءالله. جناب سیما مژده حضور دارند، همینطور جناب رسول، خواجه علیزاده، شاه محمد صدیقی پاسخ میدهند که از نظر من این شیوه و متد درسی عالی است. اشرف تهرانی، به نظر من استنباط اساتید دیگر می تواند آموزنده باشد.
خانم تهرانی، شما در مورد سوال قبلیتون که راجع به شهادت گواهی و اینها سوال کرده بودید، حکم قرآن یک حکم کلی داره که میگه برای شهادت دو نفر لازمه باشن و این دو نفر هم باید مرد باشن. این حکم کلیه. حالا میگوید که اگر که یک مرد فقط باشه، وقت تعداد این افراد سه نفر باید باشن که همون ترتیبی که قرآن تعریف میکنه عمل کنن. دو سوال فرمودید که اگر که آرای اینها متفاوت بود قاضی چه میکنه؟ قاضی تابع، اون روز هم عرض کردم، قاضی تابع گواهان نیست، گواهی دهندگان قاضی نیستند، بلکه در واقع اشاره به یک سری شواهد و دلایلی میکنند که اون قاضیه که نگاه میکنه که اینا راست میگن، دروغ میگن، چرا راست میگن، چرا دروغ میگن، در قضاوتش تأثیر میکنه گواهی. ولی گواهی دهنده قاضی نیست که او رأی قاطع بده. شاهد رأی نمیده، قاضی رأی میده. شاهد نظرش رو میگه. ممکنه که قاضی نگاه کنه که این عجب آدم شارلاتان دروغگوییه، هر چی میگه قاضی باور نکنه. قاضی مجبور نیست که حرف اینها رو، ولی روش ارائه گواهی، ایدا دو تا مرد باشه یا دو نفری باشن، مرد و زن اگر هست یک زن دیگه ای باید مراقب اینا باشه. ولی قرآن در مورد این که اگر هیچ مردی نبود، اگر که خارج از قانون شهود بود، حتما اونم حکمش رو میکرد که مثلا سه نفر باشن، پنج نفر باشن، هفت نفر باشن. به این دلیل اگر که فقط شاهد زن باشه، مرد نباشه اصلا، یعنی مرد باشه، مردی که دو طرف قبول کنن نباشه، مجبور بشن که دو طرف زن باشه، دو تا زن باشه، تعدادش چون تغییر نکرده در قرآن بر جای باقی میمانه، یعنی یا سه نفر هستن یا دو نفر، دو تا مرد یا دو تا زن یا یک مرد و دو زن، به نظر من. و اثبات این موضوع این است که در جاهای دیگه قرآن شما هیچ تفاوتی بین زن و مرد نمیبینید، که حالا اون مبحث رو دو مرتبه باز میکنیم، البته ادامه داره هنوز موضوع شهود در قرآن. و شما میبینید که در مورد موضوعات جنایی شهادت زن و مرد یکیست و اصلا به زن و مرد اشاره نمیکنه که این زن شاهده یا مرده، هرکی میخواد. جنسیت رو در اونجا اعتبار بهش نمیده. در این مورد خاص همونطور که عرض کردم، به نظر میرسه برای حفظ امنیت زنها در امور مالی یک مقداری جنبه حمایت و حفاظت برای زنها ایجاد شده. و موضوع دیگری که باز باید به یاد داشته باشیم این است که شهادت دادن حق نیست. اگه حق باشه شما میگه هر کی با هر کی میخواد قرارداد ببنده، من حق دارم که برم شاهد بشم. یا شما حق نداری شاهد بشی، برو بیرون، نمیخوام تو شاهد باشی. اصلا شما شاهد رو باید تشخیص بدی صلاحیت داشته داره یا نه. میگید من میخوام با شما قرارداد ببندم، میگه قرآن هم میگه، میگه از شهودی که بین خودتون قبول دارید، یعنی شما باید شاهد رو قبول داشته باشید. شاهد هم میتونه بگه من نمیخوام شاهد باشم. اگه شاهد شد مجبور بیاد دادگاه، میگه من نمیخوام شهادت بدم. بنابراین قبول شهادت حق نیست. وقتی شاهد رو، شهادت رو قبول کرد، یک مسئولیت پذیرفته. هر وقت صداش میکنن باید بیاد دادگاه. این است که میگن حق شهادت. شهادت حق نیست. ما اصلا نمیفهمیم چی میگیم. شهادت اگر قبول کردی که شهادت بدی مسئولیته. حالا میگن چون شهادت حقه، حق زن نصف حق مرده. وقت شما ببینید رو این امر باطل چی ساختن رفته کجا، که خون زن به اندازه بیزه چپ مرد شده.
اون روز هم عرض کردم که بیضه چپ اشاره به بیضه ایست که کار نمی کنه، هر کاری باید بکنه. میگن خون زن معادل اونه. چرا؟ برای اینکه اینجا گفته که اگر که زن و مرد با هم دیگه میخوان دست به یکی بکنن و سر مردم کلا بذارن، یک زن دیگری باشه که بین این دوتا اگر رابطه‌ای به وجود آمد که حق رو ناحق خواستن بکنن، چلو این کار رو بگیره تا اونجایی که میتونه، به قاضی بگه آقا به این دلیل به این دلیل اینا دروغ میگن. قاضی نگاه میکنه، اون دیگه اعتبار میبخشه به حرف این، به حرف اون، به حرف هیچ کدام. اون دیگه مسئله ایست که در ذهن قاضی میگذره. ولی این ابزار رو قرآن برای قاضی فراهم میکنه که بتونه بهتر تصمیم بگیره. برمیگردم به موضوع اصلی که ببینیم که این روش رو دوستان میپذیرن و اگر که مخالف هست مخالفتش برای چیست. جناب اشرف دهلانی خواندم، توران رضا به نظر بنده این موضوع مکمل همدیگر است، چون اشعار مولانا عین قرآن است، کمک میکند که استنباط شاعران عرفانی را از قرآن درک کنیم و همچنین قرآن رو بهتر درک کنیم. جناب حفیظ، روشی که شما در پیش گرفته اید به نظر من معرفی کردن و مفید است، من این شیوه را میپسندم. جناب کوهستانی می نویسند که این سخنان را هرگز نگفتند، خواستن مردم را در جهل نگاه دارند و استعمار مورد استعمار قرار دهند. جناب یعنی موافق هستند ایشان هم. شاه محمد می نویسد که حالا این تعریفشون رو نمیخونم دیگه، قبول میکنند که خوبه اینطور باشه و اظهار محبت و بنده نوازی میکنند. جناب امینی میگویند که به نظر من استنباط دیگر بزرگان هم باشه ولی یکم مختصرتر باشه. جناب ستار به همه دوستان سلام میکنند. جناب امینی میبخشید فرستادن کمک مالی را نفهمیدم، میتوانم از صفحه تلویزیون پیوند دریافت اون پایین همین جایی که الان داریم سوال و جواب میکنیم، اون آخر این هستش، اون راه کار اونجا نوشته. سیاه و سفید مینویسند که همه این ها قابل قبول من است، خدا از شما راضی باشد. جناب مهران، کجای قرآن مولانا را مولانا ساخته؟ یعنی اگر قرآن نبود مولانا و حافظ نمی بود. چرا می بود و به هیچ عنوان مطالبی که ما از این بزرگان میخوانیم جنبه اجبار و یا جنبه حدیث یا جنبه حکم و اجبار درش نیست. مثل همین برنامه‌ای که اصل فرمان قرآن که به معارفه هست، که قرآن رو وقتی میخوانید با هم معارفه کنید. چی رو ما معارفه میکنیم؟ استنباط خودمون رو با هم معارفه میکنیم که شما چی فکر میکنید درباره این آیه، من چی فکر میکنم، و این معارفه ها، این نظریات، این استنباط ها بیان میشه و این استنباط ها که بیان میشه باعث میشه که ما با عقاید هم آشنا میشیم، با ذهنیت هم آشنا میشیم. حالا منظور از حافظ و مولانا و بقیه بزرگانی که خب خیلی زحمت کشیدن اینها دیگه، ولی اینکه اجبار ما داشته باشیم که چون مولانا اینطور فکر کرده ما هم اینطور فکر کنیم، برای ما هیچ نوع وظیفه‌ای نیست و ما هیچ نوع اجبار در
قبول استنباط مولانا یا پدر مولانا یا هر کس دیگری نداریم، بلکه در واقع از این شیوه به عنوان معارفه استفاده میکنیم که من چگونه فکر میکنم درباره این آیه. مثلا در باره آیه‌ای که کن فیکن، این رو شما چه جوری برداشت میکنی؟ آقای ایکس، آقای ایگرگ، من، شما، دو نفر دیگه. بعد اگر فرصت اجازه بده که خب مولوی راجع به این آیه چی فکر میکرده، سعدی چی فکر میکرده، دفعه دیگه خیام چی فکر میکرده، بیدل چی فکر میکرده، نه اینی که برداشت های اینها حکم باشه، اینو توجه داشته باشید، یا ما تابع اینها باشیم. من که نیستم، حالا هر کس میخواد باشه یا نباشه، من برای خودم حرف میزنم، اما من تابع خدا هستم، امر خدا رو اجرا میکنم و فکر میکنم که خیلی مهمه و جالبه که آدم ببینه 900 سال پیش یک آدمی در 9 قرن پیش، 8 قرن پیش در مقابل آیه توحیدی قرآن چی فکر میکرده. بعد ببینم شما چی فکر میکنید، من چی فکر میکنم، 4 نفر دیگه چجوری فکر میکنن، همون کاری که میکنیم، یعنی معارفهی که انجام میشه و سخنان این بزرگان و سخنان کوچکان همشون به اطلاع هم میرسه. یعنی یک کسی که تا دیروز نمیدانسته که آقای مهران نظرش راجع به این آیه قرآن چیه، امروز با نظر شما آشنا میشه، ممکنه نظر خودش رو با شما تعدیل بکنه، ممکنه اصلا نکنه، ممکنه نظر من رو بپذیره، ممکنه نپذیره، ولی مطلع میشه، نپذیرنده. اون یک امر دومه. اولین اتفاقی که میفته مطلع میشه که 5 عقیده، 4 عقیده در استنباط این آیه قرآن در تاریخ به وجود آمده. 2 از این عقیده ها عقیده حاضره، شما و دوستت نظر میدی. 2 از این عقیده ها مال 800 سال پیشه. معرفت پیدا میکنه به برداشت ها و استنباط های افراد از قرآن، اعتبار دیگری به این افراد نمیده و اجباری در پذیرش استنباط اونها نیست. یعنی سخنان مولانا نه فقه، نه فتواست و نه اجتهاد و نه ما الزام قبول کردن داریم برای چندمین بار. آقای مهران تشخیص میدن که در بخش‌های معرفتی هیچ کتابی و هیچ دینی اختلاف وجود ندارد. این کار کاملا بی اساس، اینطور نیست البته. اما قرآن بخش‌های سیاسی و اجتماعی بسیار خطرناک دارد. قرآن بخش‌های خطرناک دارد. بحث در اینجاست. لطف کنید درباره چیزهایی حرف بزنید که امروز افغانستان و خیلی کشورهای دیگر رو به خون کشیده و اینها. البته اون موضوعات هم مهم هست، ولی ما آیات قرآن رو که دنبال میکنیم بر اساس اون چی که آیات هست، استنباطهای مربوط به اون آیات رو یا طلب میکنیم یا اگه داشته باشیم منتشر میکنیم و موضوع برنامه تغییر نمی کنه. خب جناب فی سعید می نویسند که روش تدریس شما کاملا درست است، به شرط اینکه فکر صحت خود نیز باشید، ما همه ضرورت زنده باشید. جناب مهندس سلطانی می گویند که ممنون و سپاسگزار از این نوع تشریحات عالمانه جناب عالی. من این گونه تدریس را به مثابه آب حیات می‌دانم، به دلیل اینکه اولا هویت مولانا جلال الدین محمد بلخی را قصدن و عمدن به مردم جعل کردند و او را رومی معرفی می‌دارند. دوم، اصل مکتب
و تفکر و اندیشه مولانا که همانا قرآن است و خود بیانگر این موضوع است، باز هم با جهل و فتنه مولانا را ماتریالیست و بیباور و به اسلام معرفی میکنند. و این افتخار را به همه تبریک میگویم که جناب استاد عالی قدر اهل فلسفه و مکتب و اندیشه مولانای بلخی را به ما درس میدهند و به گوش همه دنیا رسانیده میشود. با احترام از طول کلام معذرت میخوام. جناب سیاه‌سفید مینویسند که جناب مهران از احادیث دوری کنید و تنها از خدا توی پرانتز قرآن بخواهید، بجویید، انشاءالله راه حق را پیدا میکنید. با تشکر. جناب جهانگیر اگر امکان دارد، جناب مهران سوالاتی دارند که میخواهند از این برنامه به ایشان روشنی بیفتد و اگر در درس‌های گذشته پاسخ دادید به ایشان ابلاغ کنید. ممنونم از شما. خدمتشون عرض کردم که دفعه پیشم خدمتشون عرض کردم ما حدود 3000 ساعت در این موارد صحبت کردیم. البته باز هم اگر که وقت اضافی و عمر اضافی باشه حتما این کار خواهیم کرد، ولی هم باید که از موضوع برنامه بیرون بریم، هم تکرار برنامه کنیم. و الان از نظر الاهم و فی الاهم که کدوم کار الان در دستور برنامه هست، ممکنی که اونا به هم دیگه اعتباری داشته باشن. از نظر زمان و به اصطلاح ترتیب ممکنی که موضوعات پس و پیش باید گفته بشه. جناب اشرف تهرانی که تشریف دارن و جناب عارف سلطانی همینطور، جناب رسولی میگویند که شهادت اگر نیست چرا پذیرفتن یا عدم پذیرش شهادت به اختیار شخص است. به این خاطر که برای امر شهادت بایستی که هم اعتبار شخص و هم امنیت شخص محفوظ باشه، و اگر امر شهادت به تشخیص قرآن اعتبار نداشته باشه و یا اینکه امنیت شخص رو مورد مخاطره قرار بده، قرآن در حفاظت شخص برمیاد. میگه شما اگر که در جامعتون در امور مالی که نقش شاهد و گواهی خیلی مؤثره دیگه، قاضی نیست البته او، ولی خب رأیش نظرش خیلی میتونه که تغییر بده نظر قاضی رو، مؤثر در نظر قاضی، میگوید این ممکنه جانش به خطر بیفته، چون یک مقدار سنگینی پول رو جابجا میکنه با گزارشی که میده، با موضعی که انتخاب میکنه. به خاطر حمایت از او و به خاطر حفظ امنیت او و همینطور حفظ اعتبار حق طرف، که شما اگه یک زن و مرد رو شاهد قرار بدید حق شما پامال میشه به حکمت قرآن، و اگر که روا باشه که در حضور مرد زن انتخاب بشه برای شهادت، صدمه میبینه یا امنیتش به خطر میفته. سخن من این است که اگر که شهادت دادن حق بود، هر کسی میتوانست بگوید که شما دارید چیکار میکنید آقا؟ هیچ، ما داریم قرارداد میبندیم، بنده میخوام شاهد باشم. نمیخوام تو شاهد باشی. نه، میخوام شاهد باشم. حقشه دیگه، میگه من حق دارم که گواهی بدم.
من میخوام بیام زیر این قرارداد شما رو امضا کنم، گواه بشم. حق نیست بنابراین. حالا بخوایم ببینیم مسئولیت یا مسئولیت نیست. عدم قبولش مسئولیت نیست. میگه من نمیخوام شاهد باشم. نه حق نه مسئولیتیش کدوم. اما اگر که قبول کرد، دو طرف باید قبول بکنم. هم من باید قبول بکنم که شاهد بشم، هم شما باید قبول کنید که من شاهد بشم. دو طرف که قبول میکنن، من این مسئولیت رو میپذیرم. برابر به این لحاظ میگم مسئولیتی. حق رو نمیپذیرم. به من چیزی نمیدن. یعنی وقتی که من قبول میکنم که شاهد باشم، قبول میکنم که گواه باشم، چیزی نمیگیرم. بنابراین حقی ارضا نمیشه. بلکه وقتی قبول میکنم میگن قبول کردی، میگن بله، میگن بفرمایید مسئولیت رو بگیر. یعنی قبول مسئولیت میکنم، نه قبول حق. این رو من میخوام عرض بکنم. یعنی من به حقی نمیرسم. وجو میکنید؟ ولی اگه قبول کردم که شهادت بدم، اونها هم قبول کردن که شهادت منو بپذیرن، زیر ورقشون امضا کردم، من یک مسئولیتی رو قبول کردم که هر وقت منو به دادگاه میخوان من کارم ول بکنم برم دادگاه. چه حقی دارم؟ هیچ حقی. نخواستن من صدا نمی کنن اصلا. یعنی اگرم دعواشون نشه که دادگاه نمیرن دیگه. پس من به حق میرسم. حقی نیست که، مسئولیتی. مسئولیتی است که شما میپذیرید یا نمیپذیرید. شما حق دارید که مسئولیت رو بپذیرید یا نپذیرید. اما پذیرش مسئولیت حق محسوب نمیشه. امیدوارم که توانسته باشم توضیح بدم. جناب رحیم میگویند که روش شما عالی است. جناب مهران خواهش آیه های چنگی را نادیده نگیرید. خب جناب سیاه و سفید، من به نوبه خود از اتاق فرمان خواهش میکنم اشخاصی که بلاک میشوند یا بلاک میکنند تا که خود آنها از طریق پیام به اتاق فرمان میرسانند، که خواهش دارم که دوباره لایک شریک شوند و عهد کنند که بیهوده گویی را کنار بگذارند، بیاورند در لایف، و اگر دوباره تکرار حرفهای بی ربط زدن برای همیشه بلاک بفرمایید تا وقتی برنامه پرباهای ما اخلال نکنم. من ممنونم از توجه شما و می توانم بگویم که مهران را لطف نموده بلاک فرمایید. من فکر میکنم که اگر که افرادی مثل ایشان که تا اینجا من ندیدم که بیانی بکنن که حرف زشتی زده باشن یا توهین کرده باشن، اگر هم که قصد انحراف برنامه رو دارن، ما نباید منحرف بشیم. یک توضیح دادم من که موضوعات برنامه پیش بینی شده است، از قبل پیش بینی شده است و کفایت هم میکنه. اگر که دوستان لطف کنند و تمرکز کنند روی برنامه و اجازه بدهند که افراد هم در کنار حرکت بکنند، لزومی شاید به اصلا بلاک کردن نیست. بلاک کردن من و شما باعث میشیم. وقتی برنامه رو اختصاص میدیم مجبور میشیم که بلاک کنیم. حالا افرادی که توهین میکنن، ولی ایشون توهینی نمیکنن، یه سعی میکنن برنامه رو منحرف بکنن. شما سعی کنید منحرف نشید، نه بخوانید مطالبشون رو، اگه نمیخواید نه جواب بدید. نتیجتا وقتی منحرف نمیشه و برنامه بیراهه نمیره. خب جناب عطایی روش رو میپذیرند و میگویند فوق‌العاده عالی است. همینطور بهزاد به همه سلام میکنند. جناب تنها امینی
استاد در درس اصلی برنامه عقب نمانیم. امینی معتقد هست که بیشتر به موضوعات قرآنی مستقیما بپردازیم و الان یرم که معارفات بزرگان رو میخوانیم، استنباطاشون رو میخوانیم، کوتاه‌تر باش. جناب سیما مژده: من موافقم که نظرات بزرگان هم ذکر گردد چون معلومات مفید و ارزنده است. جناب سیما شخصیت محققی هستند و نظرشون رو با دقت بیشتری باید که مورد مداقه قرار داد. جناب شاه محمد میگویند که به آقای مهران میگویند که بالاخره همین نمیخوانم من به خاطر اینکه توجه نکنید، شما به کار خودتون تمرکز کنید. جناب فاروقی حضور دارن، همینطور جناب اشرف نیا. در این کلاس درس هر چه تدریس می شود همه اش پر ارزش و آموزنده برایم است. اجر شما در دربار الهی روزافزون است انشاءالله. جناب رستاخیز می نویسند که با درود خدمت جناب آقاسی گرامی و حاضرین در این برنامه، پرسشی از شما دیگران دارم. آنجایی که انسان از زمان وجود تا به امروز برای بقا و بهتر زیستن به دنبال اکتشاف و اختراع هست، ادیان جزء کدام دسته قرار می گیرد؟ این سوال رو به شکل دیگری هم در جلسه قبل فرموده بودید. موضوع بسیار مهمی است، انشاءالله اون رو هم در یکی از این برنامه ها مشمول میکنیم و در بارش صحبت. قبلا خیلی در این باره صحبت کردیم، اگر عمری باشه باز هم صحبت میکنیم. ولی خب سختم هست واقعا که توی این همه ساعت برنامه، به خصوص که ترتیب خاصی را ما رعایت نکردیم، مخشوش کمی، ولی چشم در موردش صحبت میکنیم. اتاق فرمانم لطف کنن از دوستان بخوان که یادداشت کنن این سوال رو، در جای دیگر مطرح بشه و در موردش صحبت بشه. جناب امینی می نویسند که در چارچوب بحثی که میشه نظر بدهند دوستان. جناب سیاه‌سفید می نویسند که این مفکوره در ذهن خودم هم از اول که وارد کلاس شدم مانند شما بود. بعد شما که درباره حق و ناس گفتید، من خودم نظرم عوض شد تا بتوانم از حق و ناس دوری جویم و حق هیچ کسی رو پامال نکنم. خب ما قبل از اینکه به تنفس بریم از شما تقاضا میکنم که کسانی که این برنامه رو مفید تشخیص میدن، حالا موافق هستید یا مخالف هستید با عقاید و نظریاتی که اظهار میشه، اون حق شماست. ولی اگر تصور میکنید که این برنامه سودی داره، فایده ای داره و کمک میکنه به بهتر اندیشیدن ما و ارزش های اخلاقی رو در جامعه تقویت میکنه و به سمت و سوی آزادی اندیشه و رسیدن به ارزش واقعی بشر و آشنایی ما با خودمون و با نفسی که در روح ما از روح خدا کشیده میشه، اگر با این چیزهایی که میبینید موافقید و فکر میکنید که این برنامه لیاقت و حق ادامه کار داره، هر کسی به اندازه وسع خودش از طرق مختلف، من جمله از این طریقی که در اینجا ملاحظه میکنید، با برنامه کمک مالی بکنید و بگذارید که ما یک کمی از این نظر آرامش فکری پیدا بکنیم.
جناب محسن احمدی می نویسند که نامه آخر رو هم بخونم، دو تا نامه آخر رو بخونم، که شاهد بنابر شهادتش پولی را دریافت نمی کند و زحمات زیاد رفتن به دادگاه رو تقبل می کند. اگر عمل ایشان خیر باشد مستحق پاداش از بارگاه ایزد متعال است یا خیر؟ حتما ما ضمن اینکه مسئولیت و مجبوریتی نداریم، اما از نظر اخلاقی وقتی که ما در یک جامعه زندگی میکنیم هر کاری که به استقرار عدالت اجتماعی کمک میکنه، اگه همه افراد تصمیم بگیرن بگن آقا ما هیچ کدومون شهادت نمیدیم، اصلا گواهی نمیدیم، اصلا تو یک شهری مردم بگن آقا ما گواهی نمیدیم، یعنی قراردادها بدون گواهی انجام میشه. البته یه قرآن ننوشته اگه قرارداد شاهد نداشت معتبر نیست، میگه اون کار رو هم بکنید در صورتی امکان. حالا مردم گفتن آقا ما نمیخوایم شهادت بدیم، یه شهری زندگی میکنی دسترسی هم به کسی ندارید، میگه ما شهادت نمیدیم، بدون قرار بدون شاهد قرارداد میبندید، اشکالی هم نمیشه، اگر هم اشکالی شد میرید دادگاه میگه چرا امضای شاهد نداره، میگه برای که شاهد نبود، نمیتونم شاهد خلق کنم، مردم هم به زور بیاریم بگیم شهادت بده، نمیاد. اما از نظر اخلاقی آدم هایی که مسلمان باشن و اطاعت بکنن از مفاهیم قرآنی، احساس میکنن که ما یک نوع تعاون اجتماعی بدهکار هستیم که با هم همکاری کنیم، و اگر شهادت ما، گواهی ما به یک قرارداد به ایجاد عدالت اجتماعی یا حفظ عدالت اجتماعی در جامعه کمک بکنه، اون یک وظیفه اخلاقی میشه که میتونیم انجام بدیم میتونیم انجام ندیم. سخن من در اینجا جناب احمدی تفکیک میخوام بشه، الان مطالب رو تفکیک بکنیم از هم دیگه، که ما یک وقت نگرش حقوقی به قرآن داریم، یک وقت نگرش معنوی به قرآن داریم، یک وقت نگرش فلسفی داریم، یک وقت نگرش اقتصادی داریم، یک وقت از نقطه نظر جامعه شناسی قرآن رو نگاه میکنیم، مثل تفسیرهایی که حاجی عبدالله انصاری از 5 یا 6 زاویه مختلف به قرآن نگاه میکنه و کتابش از این نظر یک درسه که چطور میتونیم ما نگرش های مختلف تخصصی به قرآن نگاه بکنیم، که از نظر جامعه شناسی چطوره، از نظر حقوقی چطوره، از نظر اخلاقی چطوره، از نظر معنوی چطوره، از نظر عرفانی چطوره، فلسفی چطوره. نگرش من در این سری آیاتی که جنبه حقوقی داره بیشتر از نظر حق افراد من اظهار نظر میکنم، یا استنباطایی من بر مبنای اینه که از نظر حقوقی این آدم چه حقی داره چه مسئولیتی داره. یعنی الان اونجا ما قرار داریم که راجع به باید و نباید داریم از زبان قرآن صحبت میکنیم، که قرآن میگه چه کاری رو بکن چه کاری رو نکن، چه کاری رو میتوانی بکنی چه کاری رو نمیتوانی بکنی. از اون زاویه نگاه میکنیم، ضمن تایید فرمایش شما که این یک مسئولیت اخلاقیه، اما مسئولیت حقوقی نیست، و این از ناحیه کسانی که قرارداد میبندن یک حق اخلاقیه. یعنی من دو جامعه که زندگی میکنم مالیات میدم، این جامعه داره میچرخه با پول شما با پول من، من در این جامعه این حق رو دارم اخلاقاً که از دوستان همشهری خودم بخوام که شاهد این قرارداد من باشید، که اختلاف کمتر بشه، خرج دادگاه کمتر بشه، دعوا مرافع کمتر بشه. اما این حق حقوقی نیست، این رو میخوام توجه بکنید. در این آیه وقتی نگاه میکنیم راجع به یک مسئولیت صحبت میکنه اگر شما پذیرا بشوید. خوب توجه بکنید، شما مخیر هستید که بپذیرید یا نپذیرید، ولی اگه پذیرفتید حق دنیایی به شما داده نمیشه، همطور که خودتون اشاره فرمودید پاداش اخروی داره. چرا؟ به عدالت اجتماعی کمک کردید،
به تحقق حق کمک کردید که حقدار بتواند حق خودش رو وصول بکنه. چون اون کمک رو انجام دادید، اجرتون پلو خدا محفوظه، ولی از نقطه نظر حقوقی حق نیستین، مسئولیت مشروطه، مسئولیتی است که شما بعد از اینکه گواهی دادن رو میپذیرید این مسئولیت گردن شما میفته. مسئولیت هم چیز ساده ایه، حالا دادگاه شما رو میخوان دادگاه حاضر بشید. نهایت هم قرآن میگه ترجیحاً این شاهد زن نباید باشه، به علت اینکه قرآن به مرد میگوید قوام باش. خب خدایی که به مرد میگوید قوام زن باش، خود خدا هم قوام زن هست دیگه، یعنی نگه دارندش باش، هم حمایت کنندش باش، خودش هم حمایت کننده زنه. و این احکامی که قرآن صادر میکنه دال بر چگونگی تقریر حمایت الهی از سوی مردان نسبت به زنان است. اینی که در همه کارها قرآن در واقع تحت اون صفت قوامیت و حمایت، چه از ناحیه خدا باشه چه از ناحیه مردان باشه، زنها رو محافظت و حمایت میکنه. ولی همونطور که خودتون اشاره فرمودید همینطوره، یعنی در این کار اجر اخروی وجود داره. جناب رستاخیز می نویسند که پرسیدن عیب نیست، ندانستن عیب است. جناب احمدی پذیر در این راه کشته شود درجه به اصطلاح شهید دریافت می کند یا خیر. نه تنها در این راه، هر کس که در راه اطاعت خدا کشته شود، یعنی هر اون کاری که میکنه اطاعت امر خدا باشه، بر اون مسیر هر کسی که جانش رو ببازه شهید محسوب میشه. جناب ستار می نویسند که این شیوه تدریس استاد از سخنان عرفا با تحلیل و تشریفات عالمانه شما بسیار مفید دلچسب است، دنبال میکنیم. از حضورتون موقتا یه چند دقیقه کوتاهی تنفس میخوام. جناب امینی می نویسند که اگر زنان به جای مردان رهبران دنیا بودن، الان دنیای بهتری داشتیم. البته زنها از عاطفه بیشتری برخوردار هستند، ولی جامعه محتاج تربیت. ما فطرت رو بایستی که با تربیت تزیین کنیم و به فطرت آرایش ببخشیم و فطرت رو در واقع به یک نوع سنت اجرایی و عملی در بیاریم و فطرت رو هم از نهانخانه وجود بیرون بیاریم و هم این که تربیتش بکنیم. اصل تربیت در کنار فطرت، یعنی ما استعداد و پتانسیل های مختلفی داریم که اینها می توانند در اثر تربیت به این سو یا به اون سو برن. مثلا همه آدم ها در حالت معمولی، مردها رو در نظر بگیر، شهوت دارن، شهوت جنسی دارن. این شهوت جنسی رو می شود که تربیت کرد و برای تشکیل خانواده، برای بزرگ کردن فرزندان سودمند و خدمتگزار در جامعه، تولید و تکثیر جمعیت با ایمان و خدمتگزار و مفید، از اون شهوت، از اون نیرو که فطری است، با تربیت در اون مسیر استفاده کرد. میشه که بدآموزی کرد که میکنن،
برای مقاصد اقتصادی از این نیرو استفاده بکنن و جامعه رو به آتش و خون و ظلم بکشن. سکی کشیدن دیگه، مثلا تراکتور میخواد بفروشه، بولدوزر میخواد بفروشه، یه زن نیمه لختی رو بالای اون مینشونی که این لودر و بولدوزر و ماشین های سنگین راه و ساختمان رو میخواد بفروشه، یه زن لختی رو اون بالا مینشونی که این داره این دستگاه بزرگ رو آپریت میکنه. در صورتی در عمل کارگر ساختمانی که اونطوری نیست که این دستگاه ها رو کار میکنه. یعنی از نیروی جاذبه زن در تحریک شهوت مرد استفاده میکنن، تراکتور میفروشن. این رو عرض میکنم که تربیت غلط. یعنی مرد به جای اینکه حواسش بره که این زن مال تشکیل خانواده است، مال این است که یک خانواده که نظام هسته مرکزی نظام اجتماعی و آدم ها اونجا تربیت میشن و اونجا مفید به بار میان، به جای اینکه آدم اون مرد فکر این هم مسائل باشه، فکر اینی که تنها خاصیت این زن اینی که به انسان ارضای جنسی میده. یعنی بقیه ارزش های زن رو در پرده پنهان میکنن و در واقع این اخلاق رو که تشکیل خانواده به چسب عرض میکنم اشتهای جنسی است، اون رو از مرد میگیرن و از زن به عنوان یک شریک دیگه استفاده نمیکنه، به عنوان یک پارتنر دیگه استفاده نمیکنه، به عنوان یک وسیله دفع شهوت نگاه میکنه. که زن بالای تراکتور نشسته، در عالم واقعی که زن بالای تراکتور نمیشینه، اون شغلیه که مردا انجام میده. یا این اره دیدم، یه جایی نگاه میکردم که اره های بزرگ نشون میداد که درخت رو باش میبره، یا از این اره ها بخرین خیلی خوبه. فکر میکنیم کسی که داشت اره میکرد یک مرد ماهیچه بزرگ قوی بود که نشون بده، نه، یک دختر جوانی رو نشون میداد که پشتش به دوربین بود و با زاویه 75 درجه نشان میداد که سینه بندم نداره، یه شورت بدن نما هم پوشیده بود، اره گرفته بود دستش درخت بزرگی رو ببره. اون رو عرض میکنم که تربیت خیلی در محدود کردن و سر و سامان دادن به غرایز طبیعی مؤثره و این نقش اخلاق هست که وقتی که ما به اخلاق آشنا باشیم، از این استعدادها و نیروهایی که خدا به ما داده در اون مسیر استفاده میکنیم. جناب مولانا میگوید، جناب احمدیار از زبان مولانا میگوید: عاقبت خاک شود حسن جمال من و تو، خوب و بد میگذرد، وای به حال من و تو، قرعه امروز به نام من و فردا دیگریست، میخورد تیر اجل بر پر و بال من و تو، مال دنیا نشود سد ره مرگ کسی، گیرم این کل جهان باشد از آن من و تو. به هر حال توفیق همه شما رو من از خدا میخوام. دوستانی هم که با ما هم عقیده نیستن یا معتقدن که موضوع برنامه باید عوض بشه، اونها هم مادام که اظهار نظر میکنن، اظهار نظرشون معتبر و باید که قابل احترام باشه و اگر بشه نظریاتشون انجام بشه، اگر هم نشه به اطلاع اونها برسانه که این برنامه فرمش این شکله. به این دلایل ما این راه رو ادامه میدیم. ما باید به یک جایی برسیم که قبل از اینکه در جامعه بخوایم صلح ایجاد بکنیم، صلح پایه عدالت و عدالت محصول صلحه. ما در خودمون باید صلح به وجود بیاریم. ما نباید از کسی که غیر از ما فکر بکنه متنفر باشیم.
و کسی که به هر زبانی ما رو نمیپذیره. این فقط در کسانی نیست که مخالف دین هستند، در کسانی که موافق دین هم هستند همین تفاوت نظر وجود داره. الان در همین ماجرای حضرت یوسف و شما ملاحظه بفرمایید که یک کسی حضرت یوسف رو دوست داره بیش از اندازه. من معتقدم که ما خدا رو بیشتر از حضرت یوسف باید دوست داشته باشیم. و بعد هم استنباط ما یک طرف، ترجمه ما از قرآن یک طرف. ما میتوانیم که استنباط داشته باشیم. استنباط من اینه که یوسف این کاری کرده، این کاری نکرده. من میگم این کاری کرده، شما استنباطت اینه، میگی نه، این کار اگر کرده مقصودش اون بوده. خیلی خوب، مردم معارفه شما رو شنیدن، معارفه منم شنیدن، دیگه تصمیم با معارفه دیگری و دیگری و دیگری معارفه میکنن یا میپذیرن نمیپذیرن، تمام میشه. یعنی شغل من به گفتن استنباطم، شغل شما هم به گفتن استنباطتون. ولی ما نمیتونیم قرآن رو ترجمه نکنیم و نمیتوانیم استنباط نکنیم. حالا دلایلش هرچی هست در استنباط شما نشان داده میشه. ولی وقتی که ما قرآن رو میخوانیم، میبینیم که قرآن میگه، قرآن نه من و شما، قرآن میگوید که برادر بزرگتر، برادر مسن‌تر، بزرگتر به حضرت یوسف گفت این برادر کوچک ما رو زندانی نکن، برای اینکه برادر بزرگتر این که اسمش یوسف بوده، نمیشناخته یوسف رو دیگه، نمیدونسته همین یوسفه، گفته برادر بزرگتر این که اسمش یوسف بود، اون هم گرگ خورده و چی شده و اینها و پدرش چشمش داره کور میشه یا کور شده، این برادر کوچکتر از اونه، اینو نگیر دیگه از اون پدر، میمیره، بدبخت از بین میره، دوزی شده، خرافی شده، منو زندانی کن، اینو بذار بره. یوسف در پاسخ میگوید که ما اتهام به کسی نمیزنیم و ما به دروغ کسی رو محکوم نمی کنیم و ما با بهتان و افترا به کسی اتهام وارد نمی کنیم. یعنی کسی که دوز نیست ما نمیگیم این دوزده، مرد حسابی، یوسفی، هر کسی میخوای باش، قرآن داره حرف میزنه. یوسف کیه در مقابل قرآن، در مقابل خدا، که ما در واقع شمشیر رو بر میداریم برای حفظ حیثیت یوسف با خدا میجنگیم. چون دو مرتبه دیشب سوالاتی کردید در ایمیل جواب میدم. شما اگر قرآن رو کتمان بکنید و قرآن رو بپوشانید، محارب با خدا هستید. نگذارید که خدا حرفش رو در قرآن بزنه. استنباط رو بچرخونید جور دیگه که نخیر، یک حساب‌هایی بوده در این کار که یوسف دست به این جنایت و دروغ و افترا و زندانی کردن آدم بیگناه شده. حتما یک حکمتی در این کار بوده. بوده یا نبوده، شاید هم بوده، ولی شما سرگذشت و واقعه رو که نمیتونید از قرآن ترجمه نکنید و بگید نه دروغ نگفته. ای داد بیداد، چی دروغ نگفته؟ قرآن میگه دروغ گفته، تو میگی دروغ نگفته؟ به علتش کاری ندارم که چرا دروغ گفتی یا دروغ نگفته. ما قرآن رو داریم ترجمه میکنیم و بر اساس اون چه که قرآن گفته ما استنباط خودمون رو هم باید بیان بکنیم، بدون اینکه تنبیه بشیم، بدون اینکه تکفیر بشیم. میگید بله، ترجمه این قرآن و ترجمه این آیه اینه که این آقای یوسف هم دروغ گفته، هم اتهام زده، هم بر دروغ خودش دروغ دوم رو گفته، دروغ مضاعف گفته. ولی خب شاید از عشق فراوانی که به برادرش داشته این کاری کرده.
قصد سویی نداشته. اون برداشت شماست یا برداشت منه. آزاد باید باشیم اون رو بیان کنیم. اما اینکه بپوشانیم ترجمه رو که بعد کاری که کرده کار مفیدی بوده و نمیتوانسته کار مضر بکنه چون پیغمبرها کار بد نمی کنن. یعنی ما در جای خدا نشستیم داریم این کار حرفا رو میزنیم. ولی قرآن یه چیزی نوشته ترجمهش کن، نظرت رو بگو رد شو، با نظریات دیگران هم دشمنی نکن. همینطور که من با نظر شما دشمنی نمی کنم. شما فکر میکنید که جنایت رو اگر پیغمبر انجام بده خیلی کار خوبیه. خیلی خوب به همین عقیده باشید. من نیستم. شما فکر میکنید که خیانت کردن اگر از ناحیه انبیا باشه کار مفیدی است. خیلی خوب در این عقیدت باقی باش. چرا به پرپای من میپیچی؟ که جلوی معارفه رو بگیری؟ که جلوی استنباط آزاد رو بگیری؟ نکنین کارها رو آخه. قرآن میگوید این آدم این کارها رو کرده. شکر خدا که من با شما هم زبانم. شما میگید این کارها رو نکرده؟ استغفر الله، پیغمبر که از این کارها نمیگه، یعنی خدا میکنه. یعنی خدا دروغگو. یوسف که دروغگو نیست که، خدا دروغگو. بعد هم میگید که نه خیر، این نمیتونه دروغ گفته باشه چون پیغمبره. یعنی شما برای خدا هم استاندارد تعیین میکنی که چه جوری باید پیغمبر معین بکنه. این رو برای همه دوستانی که در این برنامه مشارکت دارن عرض میکنم که ما با قرآن وقتی که روبرو هستیم خیلی باید دقت بکنیم که داریم کلام چه کسی، چه مقامی، چه مبدعی رو داریم کلامش رو میخوانیم. و اول دفعه این که قرآن میگه مطهر باش تا بتونی که با قرآن تماس برقرار کنی، خودمون رو از این غرایز و از این احساسات منفی پاک بکنیم و تسلیم باشیم به خدا که بله یوسف این کارها رو کرده، پیغمبر بر حق خدا هم بوده و در امر وحی هم خیانت نکرده و امین خدا در وحی خدا بوده، در زندگی روزمرهش همین اشتباهات رو هم کرده. حالا چرا خدا بشر معمولی رو پیغمبر میکنه؟ اون رو از خودش باید پرسی. چرا رسول اکرم رو انتخاب میکنه که در امر وحی حفظ امانت میکنه ولی رفتارش رو در مسجد با مردم بلد نیست؟ همین حضرت محمد که معارفه و سلام علیک معمولی رو که احترام به یک انسان بگذاره بلد نیست، یاد میگیره البته. پس بگید نه، این اشرف انبیا بوده، چون اشرف انبیا بوده اشتباه نمی کرده، فرشته است، ملائکه است، خداست، خارج از اشتباه. نه، میگه موقع وحی اشتباه نمی کنه ولی یک بشر امی است که از میان شما برخواسته با همه خصوصیات آدم های امی. شما در واقع به گزینش خدا دارید ایراد وارد میکنید. یعنی برای خدا تکلیف معین میکنید که چجوری پیغمبر انتخاب بکن. یک جایی متوقف بشید آخه. خب ما تقاضا کردیم که نامه ننویسید که ما بتوانیم که یک دقایق کوتاهی نفسی تازه کنیم و برگردیم در خدمت شما باشیم. جناب امینی می نویسند که برای نمونه صدر اعظم آلمان زن هست و خیلی خوبه. همینطور ایشان سیاه‌سفید می نویسند که ای کاش مهران عزیز ما و شما از حال شبکه پیوند با خبر می بودیم،
این که شما گفتین 100% به نظر خود تجدید نظر می کردید. خب جناب بردیا میگویند که ما منتظر هستیم که داستانهای عرض کنم حضورتون که یأجوج و مأجوج رو بخوانیم. خب دوستان فرصت دارن که حالا در این چند دقیقه‌ای که تنفس میکنیم اگر خواستن حمایتی هم بکنن انجام بدن. اتاق فرمان دقایق کوتاهی به ما تنفس بدید، باز میگردیم با بینندگان خواهیم بود. سهم تو هر جهت زمان